زمان اون رسیده که یه پروژه روانه بازار بکنیم. یعنی چه جوری؟ ما یه پوشه تقریبا این ویدیوها فکر می‌کنم 15 تا بشه. 15 رو اگر باز بکنیم ما، البته اینجوری نه. بریم توی لوکال هاستمون، یعنی بنویسیم لوکال هاست و بعد بنویسیم سن عظیمی اسمم و بعد بریم ایجکس. پوشه 15 رو من باز بکنم، یه همچین چیزی ما میخوایم بسازیم که ایجکسه. وقتی من مثلا می‌نویسم A، می‌بینید باز میکنه. وقتی من یک کلمه ای رو می‌نویسم، مثلا می‌خوام این اسم بنویسم بروت، فهمیدید؟ مثلا می‌نویسم بروت، می‌بینید جدا میکنه و این ایجکسه که تون تون ریفرش میکنه. اینه گوگل که دیدید که وقتی یه چیزی سرچ میکنید اینا همش باز میشه. بستگی داره مثلا چی رو می‌نویسید. برفرض می‌نویسید هیلری، میبینید خودش جدا میکنه. وقتی من H رو مینویسم، اونایی که H داره رو جدا میکنه، HI دوباره جدا میکنه، Hillary دوتا چون این L هم داره جدا میکنه و نشون میده. خب چجوری ما اینو بسازیم؟ توی پوشه 11 هستیم الان و اینجا توجه بکنید که من یه فایلی دانلود کردم به اسم jQuery که گفتم بهتون که درسشو دادم jQuery رو چجوری دانلود بکنید. اگر میخواید jQuery رو یاد بگیرید به اون درسا برید، ولی ما اینجا jQuery یاد نمیدیم. متدهایی که گفتم داره jQuery به نام واسه Ajax یه قسمت داره. Ajax رو اگر بزنید میبینید که load چیزی هستش که Ajax به واسه jQuery عمل میکنه. ببینید load و save و get json و get، اینا همشون چیکار میکنه؟ get script، اینا همشون ajax هست که این فایلی رو برمیگردونه، این jsonی رو برمیگردونه. تمام کاری که ما کردیم jQuery برامون انجام میده. خب من دانلود کردم jQuery رو، داخل پوشه قرار دادم، اینجاست jQuery، اینجاست. و این jQuery خیلی طولانیه. من همینجوری اگر اینجوری برم جلو، این دستگیره رو بگیرم ببرم، تقریبا اگر اینا این فشرده شه به خاطر اون یه لاینه، وگرنه اگر بخواد فرمت کنه تقریبا 10,000 تا لاین میشه. خب یه دونم فایل دیگه اضافه کردم. اگر ما بریم توی پوشمون اینجا توی ایجکس، یه ایمیج هست که پوشه یه ایمیج هست که عکسای تقریبا اونایی که نویسنده رو گذاشتین داخلش. یه دونه فایل دیگر از بین بردم، حالا دیتا رو قرار دادم اینجا، دیتا جیسون jQuery اینجاست. یه دونه فایل دیگه داریم به نام css mystyle.css. خب من میام اولین کاری که میکنم این بالا بعد از تایتل اون لینک رو اضافه میکنم، میگم relationshipش style sheet و hyperlink referenceش هم mystyle.css. به همین راحتی اینو اضافه میکنیم و وقتی که این کار کردیم میریم پایین داخل بادیمون یه دیو تگی رو اضافه میکنیم، یه آیدی بهش میدیم به نام search area که میخواد تقریبا اون پوش، اگر چیز رو دیده باشید میخوام اینجوری به شما بگم، search area کلن این چیز قهوه‌ای رنگ هست، این بالا میخوام به نظرش باست. فعلا استایل نردیم، پروژهی که شما دارید میبینید پروژهی تموم شده هستش، ولی میخوام توضیح بدم که اینجوری بفهمید، شاید بهتر باشه اینجوری واسه شما. بعد داخل این دیو ما چند تا چیز داریم. میخوام یه تکست ایریا وارد بکنیم، یه دونه لیبل وارد بکنیم، یه دونه پاراگراف. میایم اینجا چیکار میکنیم؟ یه دونه اینپوت وارد میکنیم. تایپی که میذاریم واسه اینپوت سرچ هستش. چرا؟ بعضی براوزرها تایپی که وقتی سرچ تایپش رو میذارید سرچ، این رو گرد میکنن که فکر میکنم مثل اینکه مثلا دارید شما سرچ میکنید، ولی بعضی براوزرهای دیگه این رو صاف میکنن مثل یه مستطیل. الان اگه نگاه بکنید گوشاش گرده. این تایپ سرچ رو، البته بعدا که HTML5 قوی تر شد اینا همش عوض میشه، نه اسمش رو میذاریم، حالا اسمش زیاد مهم نیست، میذاریم سرچ، ولی آیدی مهمه، آیدی رو میذاریم سرچ دوباره، این زیاد مهم نیست، اگر هم نذاشتید مهم نیست. و یه پلیس هولدر چیه؟ اینجا نوشته name or info. وقتی کلیک میکنیم روش اینو بهش میگن پلیس هولدر، که مثلا من میزنم نوشته ایرانیان پرژن، که حالا این چیزهای سیف شده هستش. و این پلیس هولدر رو مساوی قرار میدیم با name or info و همین راحتی این اینپوت ما ساخته شد.
کار دیگه که میکنیم بالا یه لیبل اضافه میکنیم داخل این لیبلمون، البته یه آیدی هم یه فور باید بدیم، اتریبیوت لیبل برای موبایل خیلی خوبه چون قدیما میخواستن اینپوت درست بکنن بالاش مثل تیبل درست میکنن، الان لیبلی شده. لیبل برای موبایلی که حالا بهتون میگم چه کاری میاد، میذارن سرچ برای سرچ. سرچ چیه؟ این اسم اینه که ما به کار میبریم، یه آیدی، و میگیم لایف سرچ. این خب چی میشه؟ این میشه این لایف سرچ ما اینجاست که وقتی من اگه روش کلیک بکنم میبینید این برای موبایل خیلی خوبه، روش کلیک میکنم اینجا فوکوس میشه. کار دیگه که میکنیم یه پاراگراف هم اضافه میکنیم، enter the name info about speaker و همین راحتی، و این HTML ما فعلا تموم شد. کار بعدی که میکنیم اینجا داخل my style css یه استایلی به چیز میدیم. فعلا بذاریم ببینیم چجوری شده. بریم داخل پوشه 11 هم Ajax، الان اینجوریه. میبینید فعلا استایلی ندیم، استایل میخوایم بدیم. اونایی که css خوندن با من میتونن بیان اینجا جلو، واسه شون راحته. یه بکراند بهش میدیم، بادی رو یه بکراند بهش میدیم، بکراند این رنگی بهش میدیم و سیو میکنیم. الان ریفرش میکنیم، این بکراند این رنگی شد. و اینا رو حالا جلسه دیگه بهتون میگم چجوری میذاریم وسط و شروع میکنیم باش کار کردن.